خب من فکر میکنم این ذبیح الله مجاهدین ها یک انگولک کوچیکی کردن، حالا دزدی میدن. الان میخوام درباره این حمله ای که به سرکنسولگری ایران در هرات اتفاق افتاده و درباره این که چرا ایرانی ها با افغانی ها کانفلیکت و تقابل دارن به طور تاریخی درباره این صحبت بکنم و اینکه از این موضوع ما چه میآموزیم اتفاقاتی که این چند روز افتاد. قضیه از اینجا شروع میشه که ما میبینیم یک کسی در حرم، مثلا همین دیروز که این اتفاق افتاد، اون روزیه که هیچی، این جدیده که اتفاق افتاد، همین حمله به حرات، سفارت ایران در حرات، من همون موقع پوشش دادم در این ویدیویی که این بالا میاد، میتونید ببینید اونجا هم یه توضیحاتی دادم. حالا حرات یک شهر فرهنگی است، در واقع با اون قندهار و اینا فرق میکنه. یه جایی هم تو افغانستان هست، شکر هاره، اونجا دست بخواید تو چای بریزی حمله میکنه بهت. تو افغانستان حرات شهر فرهنگی است، مثل شیراز مثلا یا خیلی جاهای دیگه، همه جا مثلا در ایران که فرهنگیه، هرات هم اونجوریه. شما اگر یک فرد هراتی باشید و در سایه طالبان زندگی بکنید و میدونید که اینا با اونا خوبن، مگه دیوونه ای بری سنگ پرت بکنی به سفارت یه جایی؟ مگر اینکه یک تاییدیه‌ای داشته باشی. بعدش مگه دیوونه ای بشینی ویدیو پر بکنی بگی ما ایرانی‌ها را اسنایپ میکنیم، ما فلان میکنیم؟ نه، مگر اینکه یک اگه تایید کرد، یه انگولک ریزی کردن، گفتن حالا شما یه، حالا ما از این چی میآموزیم؟ اینکه حالا من میدونم ایرانی ها همه پشت هم هستن ها، ولی افغان ها خیلی بیشتر پشت هم هستن، راستش رو بخواید ما هستیم، ولی اینجوری تهاجمی تر بهتره. البته ایرانی ها هست، من اول که میخواستم ویدیو رو بگیرم خواستم هم نیستن، بعد یادم اومد که همین مثلا زن رضا پهلوی در یونان که مهاجرای ایرانی اتفاقاتی براشون چند سال پیش رفته بود اونجا، مثلا ایرانی ها اینجوری هستن، ولی افغان ها خیلی تهاجمی ترن در حمایت از هم کشوری های خودشون. حالا اینکه چرا افغان ها با ایرانی ها لجن، ایرانی ها با اونا، و مثلا چرا، حالا من گیر دادم فرانسه، به خاطر اینکه ایرانی ها خیلی از فرانسوی ها خوششون میاد، یعنی یه فرانسوی بیاد جنایت هم بکنه خوبه، مثلا باور کنید، برید تو برای خودتون میفهمید. ولی یک شخصی که اهل افغانستانه، بابا اونجا من توضیح دادم اسمش افغانستان غلطه، افغان اسم قوم، یعنی به قوم پختون، همین پشتون ها گفته می شده، افغانستان یعنی محل زندگی افغان ها. خب فقط افغان نیستن که، تاجیک هم هستن، هزاره هم هستن، ترکمن هم هستن، ولی اون پنشیر منشیری ها، همین رامیان، همین هرات مراتین ها، از ایرانی ها، از دید ایران شهری ایرانی ترن. باورت نمیشه بپرسید ازشون، از یه افغان میگه هزاره پنشیری مثلا اون بالای تاجیکا، ازشون بپرسید در مورد حافظ، سعدی، فردوسی، از من و شما بیشتر میشناسنشون و سنت های ایرانی رو گرامی تر از ما میدارن. از دید سیاسی این مسئله نشون میده که اونا منافع مردم خودشون رو ترجیح میدن، یعنی یه کاری هم دارن میکنن. البته من توی مصاحبه سهمیر ذبیح الله مجاهد دیدم که سخنگوی طالبان، دیدم که ایشون داره سخنرانی میکنه و میگه که ما بزرگترین مشکلمون اینه که ایران مهاجرای ایرانی، مهاجرای افغان بزرگترین مشکلمون، یعنی ناراحتی من این که اینا رفتن و بزرگترین چیزمون اینه که اینا رو برگردونیم. این کاری که کردن این چند روز، حالا درسته که تهدیدآمیز بوده و فلان، ولی کار قشنگیه. شما از هم نوع خودتون با اینکه میدونید بهتون دهنکجی کردن و رفتن کشور دیگه زندگی میکنن، بزرگترین دهنکجی اینه دیگه. فرض کنید پدر یه خانواده اید یا مادر یه خانواده اید، سرپرست یه خانواده اید و بچه‌هاتون شب برن خونه همسایه بخوابن، خیلی زشته براشون، اما با این حال پشتشون ایستادن، با این حال پشتشون ایستادن. یاد بگیریم، من خودم یاد بگیرم، شما هم یاد بگیرید. افغان و ایران ها از کجا کانفلیکتشون شروع میشه؟ من به این نتیجه رسیدم که این یه مقاومت نشنالیتیه، در واقع مقاومت ناسیونالیستیه، از اون جهت که ما همه میدونیم که در زمانهای قدیم، در زمان صفویه، اون اشرف افغان و محمود افغان اومدن حمله کردن، انجام رو گرفتن، چند سال هم دستشون بود، بعد نادرشاه اومد با پسگردنی انداختنشون بیرون و بلان. این نشنالیتی، این هویت ملی افغانی که اونجا به وجود اومده، داره مقاومت میکنه در واقع در برابر اون هویت اصلی که هویت این فرامنطقه‌ای ایران شهریه. باورم بکنید، خود خیلی از اقوام دیگه هم الان همینجورن،
یعنی داره خوب. چرا مثلا تاجیکستان اینجوری نیست؟ چون خودش نشنال جدایی نمیدونه، یا ارمنستان یا جایی که مثلا هویت دارن، مثلا پاکستان ماکستان زیاد چیزی نیستن، یا خیلی از جاهای دیگه اینجوریه. و درست هم نخواهد شد راستشو بخواید. افغانا از دید تاریخی یه دید دیگه ای دارن نسبت به ما، ما هم از دید تاریخی یه دیگه دیگه ای داریم نسبت به اونا. ولی مثلا نسبت به تو فرانسوی ها نداریم، مثلا ایرلندیا، اسکاتلندیا، انگلستانیا، انگلیسی ها کمتر، ولی فرانسوی ها خاطر اینکه اونا از قدیم اینجا بودن و از بالا به پایین چیز شده که اینا خیلی قشنگن، نایسن، فلانن، مولانن. ولی مثلا اهالی افغانستان، اون چیزش خراسان، حالا میگم افغانستان غلطه گفتم، خراسان، این افغان ها مثلا اینجوری هن، این کارو کردن، اون کارو کردن، اینجا میان این کارو میکنن، اونجا میان اون کارو میکنن. به این خاطر از اون برم بوده این موضوع، از اون برم بوده. بعد میبینیم که توی ایران مثلا یک نماینده مجلس که به منابع غیر رفیقه ایشون اومده توییت زده که ایران اینا رو باید هر چه زودتر برگردونید به چیز. حالا بذار توی ویدیو دیگه اینو توضیح میدم، چون من یه ویدیو دیگه درست کردم همین چند روز پیش، یکی یه عده اومدن نوشتن که چرا تو میگی افغان خوبه که اینجا بمونن، بعد من توضیح دادم که بذار تو ویدیو دیگه میگیرم میگم اونجا، اگه بعدن دارید میبینید در انتهای این ویدیو یا کامنت اول میتونید برید ببینید. افغانی ها تو مشهد همون کاریو میکنن که ایرانی ها تو هامبورگ میکنن، تو لس آنجلس میکنن، تو فلوریدا میکنن. بی خود اگر یکیش غلطه اون یکی هم غلطه. هر مهاجری به دلیلی مهاجرت میکنه، مریض نیست خونه و زندگیشو ول بکنه بره. که آقای احمدی بیغش اسمش، نماینده منطقه اطراف ماست، میگه اینا رو بفرستید برن تهران، 1.5 میلیون افغان تهران رو محاصره کردن، خب چند هزار نفر ایرانی هم هامبورگ رو محاصره کردن، اونا رو برگردن تیچر اونا رو بر نمیگردن. غلطه، خیلی غلطه، غلطه بدر جان. دیگه همین فعلا همین چیز به ذهنم نمیرسه درباره این موضوع. اما زیاد نگران نباشید، اتفاقی نمیافته. طالبان میدونه که دفعه قبل که کله پا شد دقیقاً همچین کاری انجام دادن، در فکر کنم رامیان یا مزار، آره شهر مزار شریف، که میگن حضرت علی اونجا مزارش اونجاست. میدونم حضرت علی اونجا چی کار میکرده تو افغانستان که مزارش هم اونجا بود. اونا زمان طالبان قبلی ورژن یکمش ریختند تا سفارت همین سرکنسولگری ایران رو اونجا آتیش زدن و چند نفر رو از دنیا بردن. همین باعث شد که اینا افرادی که در ایران در مسئولیت سرپرستی حکومت، مسئولین در واقع، همکاری کردند با آمریکا در حمله به آمریکا و ناتو و اینا که میخواستن طالبان رو از بین ببرن به خاطر القاعده و ملقاعده. اونجا همکاری اینفورمیشن، یعنی بهشون اطلاعات دادن از نظر اینکه اینا اینجوریان اونجوریان فلان فلان. خب دیوونه نیستن که دوباره بیان همون کارو انجام بدن، که نگرانی نداره از این بابت. ولی افغان ها رو دوست داشته باشیم، از این دید نگاه کنیم که اینا به ما خیلی نزدیکترن تا خیلی کسای دیگه. فعلا همین.